با سلام و درود احترام خود هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. خب کم کم و بعض اختام تون تون داریم میرسیم بود جایی که باید برسیم. یکی از این سه قوه که ما داریم تحت امر و دستور مستقیم شخص خود خامنه ای دجال بیشرفترین انسان کره زمینه، حتی بیشرف شماره دوه ها، بیشرف شماره یک خمینی دجاله. البته خمینی بهتون بگم، خمینی ضد آخوندم بود خودش، هرچند آخوند بود اما ضد آخوندم بود، یعنی میگو از آخوند بد جنستر فلان فلان تر خودشونن، این میگو همیشه. البته خودشم آخوند بود ولی خب این دیگه خودش آخونده چیزتر میدونست، شیادتر میدونست، اینا شیاد دیوست احمق هم بگذاریم. قوه غذایی مزدیر نظر شخص خود انتر به نام کسی رهبر بهش میگن بود. از اون ورم سپاه روش نفوذ داشت، از اون طرف هم وزارت اطلاعات روش نفوذ داشت، از اون هم سپاه قدس روش نفوذ داشت و یک خرطوخری بود راحت بهتون بگم. یعنی 97% حکمایی که صادر میکنن مخصوصا برای سیاسی یا کسی با حکومت مشکل دارن خود بازجو حکم می نویسه برای قاضی، قاضی فقط امضا میکنه رأی رو. این واقعیتی است، من دیدم، من از نزدیک دیدم این قصه که خدمتتون عرض میکنم که قصهش خیلی زیاده. خلاصه ما میگفتیم که ساقط شدن حکومت آخرین قسمتش قسمت قوه قضاییه است، اما این آقای لاریجانی زمانی که قوه قضاییه بود اومد قوه قضاییه رو خلاصه حسابی چرب و چیلیشون کرد و بهشون رسید و فلان کرد و بیسار کرد. تنها کسی که در مقابل این قوه قضاییه و تمام قوه قضاییه حساب رئیساش وای میساد چیزه و وکلا بود، کانون وکلا اینا بودن که وای میسادن، صفت وای میسادن. بعد این آقای لاریجانی که اومد اون حساب پسنداز اینا رو که حساب درست کرده بود، خیلی سال درست کرده بودن، یعنی جوری بود که دیگه چی بهتون بگم، همه وقت بود. اما وقتی حساب رو درست کرد بعد آمد با خاطر که صدای کسی در نهایت خودش برده شروع کرد یه مقدار خودش رو برمی داشتن تو خودشون تو رئیس و حساب و وزرا و وکلا و همه پخش میکردن، یه سری به کارمنداشون میدادن به عضات و به خلاصه بازپرسی حرف برفا اینا میدادن. در جنه زندگیش متحول شد، یعنی آمدن گفتن آقا مثلا قوه قضاییه باید چی که سفید رو سرما بهشون بدیم، ولی این پول واسه تو حساب و نمیفهمه چه اساس سرش نمیشه دیگه که این تورم ایجاد میکنه، این ارز پول میاره پایین، این تا الی آخر و شد اینکه بود الان باید بشه. یه خبرات میخونم، البته امروز چند خبر خوب دارم. صدای آمریکا، تعدادی از شماری از کارکنان دادگستری شهر مختلف ایران در اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزد دست از کار کشیدن و تجمع اعتراضی برگزار کردن. این یعنی شکستن گردن خامنه ای، شکستن گردن سپاه، بچه اعتراض و همسالان، چون دیگه از این حرفا گذشته، هیچ کس پسر خاله دختر خاله کسی نیست. اون زمانی هم که اینا از هیچ وقت خدا به جز تک و توکی تو قوه قضاییه محض لله کار نمی‌کردند، محض چون قوه قضاییه به عنوان بعد از گمرک دوسترین سازمان تشکیلاتی بود از انقلاب که بودید، بعد از انقلاب ننگین توطئه‌گر توش نفوذ هم کرده حسابی. در نتیجه اینا کار نکنن که نمی کنن هم دیگه، چون پول دیگه براشون نیست، دختر خاله پسر خاله کسی نیستن، از نظر عقیدتی هم دیگه دین تموم شد، تشکیلاتی دین هم شد تو کشور و حالا آمدن میگم پول میخوام چون زندگیشون عادت کردم بیبرد. باور کنم کسایی میشن توی همین قوه قضاییه میشناسم، من نزدیک میشناسم، ماهی لااقل 400-500 میلیون خرجشه، خرج و برجشه. حالا نیست آقا دو تا سه زن گرفته، سر سیغه‌ای داره، یکی تو دبی گذاشته، یکی تو کجا گذاشته، یکی کجا گذاشته و عادت کردم میبرد، هزینه زندگی آنچنانی و خونه آنچنانی خریدن و حقوقش، حقوق یکی از اینا که من میشناسم نزدیکم میشناسمش، ای بابا من اسمش ندارم گفتنش، حقوقی که از قوه قضاییه میگرفت چند سال پیش فقط هزینه اون برجی که توش زندگی میکرد چی میگن شارژ از این حرفا بود. پس این نمیتونه با حقوق زندگی کنه، بچه‌هاش در فلان دانشگاه درس خوندن، اونجا درس خوندن، همه همجور شدن، همه از رو دستم می نوشتن. در شهر مختلف ایران اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزد دست از کار کشیده و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
گزارش ها حاکی از دادگاه ها عملا تعطیل شدند و گفته می شود اعتصاب یک هفته قضات نیز مطرح است. چون وقتی کارمندا پایین زیر مجموعه کارکنان بالا هیچ کار نمیتونن بکنن. اون عادت کرده به دست داده اور دادن و کارمندا کار بالا کار نمیکنه. قضات هم مجبورن بیا توی کار چون دیگه هیچ کی شعارشون نمیکنه. دیگه تموم شد دارن. الان حدود 314 میلیون پرونده داریم. ولی کسی توانه که به وکیل بی وکیل بی وکیل قبول نکنی رأی از قبل شده باشه این میرسه رأی میخری من راحت بهتون میگم به من میگوزن محمدی ایل ایز ما چند سال پیش قبل از من خارج نمید ادامه 20 میلیون تومان میگیریم رأی آزادی حکومت داریم معامله میکرد همین آشغال کرده که گرفتن همین که با همین رفیق بود همشون کارهای تو قوه قضاییه میکردن که همین علی غزالی که من فکر میکنم اصلا شریفی که ناش یعنی رفیقی داشتیم یه پرادش مال آقا دارم شرفی بعد از اونجا اسم شرفی نشد پرواز دو بین میشه بی شرفی بود خیلی بی شرفه محمدی سر هر کلا میذاره همین علی غزالی ابصارهم همین داماد همین قبلی همین رو نجات ابصارهم همین کسافت همین همه دلال هستن همشون همشون دلاله مثلا این مثلا رو بزنم همین آقا علی غزالی میاد به شما میگه که من کار سخته برام انجام میدم باید باشه به شرط چی انجام میدم تو بیا مثلا برفرض 5 میلیارد تومان بده اما پول نمیگیره شما میاد یک قرارداد مینویسه خود دقیقه یک نامه کوچیک خدمت عرض می‌کنم یک قرارداد مینویسه که من به این آقا یا به این خانم 5 میلیارد تومان فرش فروختم فاکتور فرش هم درست میکنن همه رو زمینش میکنن و اون آقا یا خانم رسید میکنه که 5 میلیارد تومان فرش داده و تحویل گرفته تا 20 تا بار 30 تا بار بهش فرستادن بارنامه هاش هم درست میکنه تحویلش داده بعد که داد چک ساختش هم میگیره آقا و میره به اونا میگه آقا این گرفته میگیره هستی خلاصه کارش بشه پولش ما میگیره چون از نکه بگیره از همون مرکی که از اون هر چی که هست از اون ور میدارم به خودشون طلبکارم دیگه نه بعد به جاش که میرسه دیگه میرن آقا اینجوری که خلاصه یه کاری میکنن که یه رو بقید به مرگ به تب رازی بشه یه چیزی جزی به خودش بده باقش همون میکشن بالا خودشون فقط اون سوژه میگردن همین علی غزالی حداقل 10-15 تا پرونده بیشرف داره این حرومزاده داره حروم لقمه داره این یک نمره کوچیک شده فرمودن برید دادگاه نگاه کنید 10-15 تا پرونده کمتر بشه بعد گردن میریم شما تصاویر منتشر شده در دادگستری و دادگاه‌های مختلف در ایران نشان می‌دهد کارکنان قوه قضاییه از جمله در دادگاه‌های انقلاب اسلامی به احتساب پیوستند اغلب احتساب کنندگان نسبت پایین بودن سطح حقوق و تصویب نشدن طرح پرداخت سازی به کاری در مجلس شورای اسلامی معترضند بنا به گزارش‌ها از ایران این اعتراض را از جمله در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، صابه، شاهرود، گنبد کاووس، ورامین، عراق، مریوان، شهر کرد، بیرجند، بندرعباس، بابرسد، تراتیدری، اهواز، لاهیجان، آذرشهر، دشتی، ایلام و نهاوندی و تعداد شهر دیگر برگزار شده است. معترضان در شهر کرد شعار می‌دهند. مجلس بی‌کفایت، عدالت، عدالت. حالا جالب خودشون باید عدالت گسترش جامعه. حالا نه از مجلس می‌خوان. حالا از کی میخوان؟ از مجلس. خب امروز در زندان اوین هم و از چند تا زندان دیگه مرگ بر دیکتاتور شعار میدن زندانی ها هیچ کس کارش نمی کنه. به دنبال درگذشت بکتاش آپتین نویسنده و شاعر زندانی روز شنبه 18 دی ماه زندانیان سیاسی در بند 8 زندان اوین شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. برخی منابع از زندان اوین خبر دادند که زندانیان سیاسی بند 8 این زندان پس انتشار خبر درگذشت بکتاش آپتین در هواخوری بند با صدا شعار مرگ بر دیکتاتور دست به اعتراض زدند. صفحه اینستاگرام جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در این باره نوشته است سپس همه آنها از سالن‌های مختلف با حضور در سالن 8 محل حبس بکتاش آپتین در حالی که رئیس بند و مسئولین احواز از زندان درجه حقوق بودند به سردن شعار مرگ بر دیکتاتور و دیگر شعارها ادامه دادند. خب یه خبر که ازم بخونم جالبه خوشتون میاد مطمئنم خوشتون میاد بشار اسد خواستار محدود شدن حضور ایران در سوریه شد. تهران از دولت بشار اسد حمایت نظامی و مالی گسترده در طول جنگ سوریه داشته است. ایران دست کم 30 میلیارد دلار برای جنگ در سوریه هزینه کرده است. در چارش بکنید و به دولت اسد کمک کرده تا تحریم‌ها بین‌المللی را دور بزند. دمشق نیز در قدردانی خود از تهران و کمک‌های سردار شهید سلیمانی با آزاد گذاشتن تحرکات نیروهای منان نزدیک به ایران در خاک سوریه نشان داد. به بیان ساده‌تر ایرانیان در خط مقدم و در مرکز بسیار از اقداماتی که حکومت سوریه انجام می‌دهد و تصمیماتی که اتخاذ می‌کند قرار داشته است داشتند
با این وجود به نظر می رسد این ماه عسل در حال پایان یافتن است. به گزارش آفتاب نیوز، میدل ایست مانیتور در گزارش تر این ادعا که اسد خواستار کاهش نفوذ ایران در سوریه است می نویسد در سالن اخیر شکاف بین عناصر ایران و در سوریه و نیروهای وفادار به حکومت اسد تشدید شده است. در سال 2019 میلاد شبه نظامی مورد حمایت ایران گروه شبه نظامی دیگری که در مورد حمایت اسد بود و از استان شرقی دیر زور برون راندن و کنترل گذرگاهی منطقه در دست گرفتند. یک سال بعد نیروهای طرفدار اسد به مراکزی که شبه نظامی در همان استان داخل داشتن حمله کرده و کنترل یک میدان نفتی را از دست آنان خارج کردند. دوستان عزیز، آقایونی که میشن آقای اسد مسد، اینا از مهمونه هستن که خرند و خودش صاحبخونه میدونند. تو ایران آمده بانو مهمان دیگه، نه میگن مهمان خر صاحبخونه است، اما اینا مهمانه خرند که خودش صاحبخونه فرض میکنن. همه جا میزنن در باسن مبارکشون، این فلسطینی بیشرف، این فلسطینی هست، هیچ فرقی نمیکنه. هر کشوری بی فلسطین پناه داد به شش ماه نکیز همون فلسطین علیه اون کشور کودتا کرد. تاریخ بری بخونید، هر جا که رفتن کودتا کردن. تو با تو مهمان تو اینجا بز علاقت خوش بشه، علیه اون کشور کودتا کردن، همه جا بیرونشون کردن، گفتن بری که حقت همین در بدریست. خب دو تا خبر خوب ازتون خوندم. رابطه تجاری ایران و الجزایر به دلیل تحریم بدتر شده است. الجزایر یکی از کشورهای دوستان که ایرانی خیلی پولی که دزدی و چوبیدن مورد الجزایر سرمایه‌گذاری کردن. یکی از دوستایی که من میشناختم رفته در کارخونه سوسیکالوا زده بود، کلی هم پول برده به اسم میخواد بره صادرات بکنه از حرفا اینا. بعد بیرز میکنم حاجی، گفت چه؟ گفتم حقوق یه کارمند یه کارگر در چقدره؟ یه چیزی گفت، گفتم آخه سوسیکالوا میتونه بخره؟ گفت من کار بکنه ندارم، بوره بابا همشون کرده. من پولی که اگه خارج کردم و بردم ال کردم بل کردم، گفتم پس تموم شد، گفتم تا آخر مسئله رو خوندم دیگه نمیخواد بشه بگی. اینقدر پول بردن اونجا از همین به اسم استیل، به اسم فلان، به اسم پشمدان و بردن اونجا و همه رو به باید هوا دادند. بابا راقل برست یه جای خوش آبایتر، برست یه جای بهتر، برست یه جای که آدماش خواسته چیز بکنن، همه پول رو باید هوا دادند. نمیدونم چند میلیارد بود در رفت دلار البته. حالا رابطه شما هم خورده. خب باز یه ویدیو دیگه رسیده که از شهرهای مختلف ایران نشون میده که کارکنان اداره دادگستری بسیار از شهرها در بسیار از شهرها امروز تجمعات اعتراضی برگزار کردن. بله اسمش هم باز نوشته دو تکرار کرده. خب امروز در پاکستان دیروز برف اومده و 21 نفر کشته شدن و الی آخر. البته در عربستان برف زیادی اومده، فیلماش هست خیلی برف زیادی که بعد مراجعه ببینید چی شده اونجا برف اومده رو صحبت خواهم کرد. البته هست ولی خب علتی که برف اونجا رو دیده و نشسته آباد کردن بیابان‌های لامیزرع عربستان بوده. یک شاهکاری کردن، حالا هرچی هست دوامون چقدر هست نمیدونم، ولی درست کردن تو بیابون جوری کردن که بارون ابر میاد اینا رو میبینه و قطعا بهشون میباره. بله. بانک جهانی پرداخت 90 میلیون دلار کمک مالی به ایران برای مقابله با همه‌گیری کووید 19 تصدیق کرد. غلط کردین، دروغ میگید. این باز پولی است که برای آزمایش مختلف باز میخوان بدن. فعلا می تا اینا هستن بده بهره برداری کنید، نه مردمم که یک سری افراد هستن که عادت شده توی 40 سال تا اینجا صفه رو صف وایسن، صف چی هست نمیدونه ولی وای میسته، صف چی هست وای میسته، چیکار داره صف، آقا عادت کردن به صف، در صف برای خودشون یک کمکی میبینن، یک چی بهش میگن، یه پولی میبینن و قطعا این 90 میلیون دلار برای همین دادن و هم برای بچه‌ای که کارا رو کردن. دوستان یه فیلم سینمایی به نام نیش، رابرت ردفورد بازی کرده با پل نیومن، تو چه یادم هست این فیلم سینمایی رو ببینید. حالا کم کم مردم ها این داستان اون فیلم است که آخری کار یارو میبینه تمام اینها بازی بوده، تمام اینها برای این بوده که خلاص یارو رو تخلیهش بکنه، یه کارا رو کنه. و اون فیلم دیدنی است، یعنی از فیلمایی است که واقعا نقشه خوب میشن، خوب کار میکنن، عمل میکنن و از آخر طرف میفهمه که این تمام اینا یک شو بوده برای خالی کردن جیب اون یارو طرف مقابلش. فیلم جالبی به نام نیش. خدمتتون دو تا کلیپ در فیس چروس خواهم گذاشت. کلیپ قدیمی یکی هست که دعوت به تغییر فرهنگ غذا برای آمادگی روحی و جسمی مبارزه، کلیپ جالبیه، دو تا هست یکیش میکنم. کلیپ اسرار اسما رو هم دو تاست یکیش رو تقدیم خواهم کرد. خب دیگه
صحبت زیاد هست، اخبار زیاد اومده و بعد باز با هم صحبت میکنیم. ولی قوه قضاییه یعنی یک دفعه اینها از نظر اون زوری که برای خودشون با حکمای قضایی داشتند تخلیه میشن و این یعنی یک مرتبه دشار شدن، روحیه باختن و الاخر. و اون ور قسم مردم هستن، اون ور فنس هم مردم منطقی هستند. همین کیفیت های اتفاقی نیست، باید قوه قضاییه مستقل بود، نه که آقای خامنه‌ای هر خورد خواست کسافت نجاست هر اومزاده حالا بترس و بلرز. این روزا فقط نشسته میگن، نشسته میشینه اونجا فقط همچین گریه میکنه، ذکر میگه، جون در بیاد، کجای کاری تو؟ باید حرف هم هر مثلا میشه دقیقا تداعی کننده شاه سلطان حسین صفوی هستی. الی آخر ایام بکنم، روزگارتون خوش.